در زمان بسیار بسیار کوتاهی پس از خلقت جهان، یعنی بسیار قبل از آنکه سن جهان به یک ثانیه برسد، جهان شامل سوپ داغی بود از پلاسمای بسیار داغ و با دمای غیر قابل تصور، شامل ذرات بنیادی از ماده و ضد ماده. وقت با ما یار می شود و ضمن آنکه ثابت ها و قوانین بنیادی فیزیک به گونه ای رقم می خورند که در آینده تشکیل اتم ها با ساختار کنونی آنها میسر گردد، ماده نیز با نسبت تنها 1 در میلیارد بر ضد ماده پیروز می شود و لذا جهان مادی ما شکل می گیرد. همچنین 4 نیروی بنیادی فیزیک، یعنی گرانش، الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای ضعیف و قوی نیز در این مرحله به وجود می آیند تا مانند چسب‌های ذرات عالم را به هم چسبانده و جهان هستی را شکل بخشند. در پایان ثانیه اول عمر جهان، فضا به وسعت غیرقابل تصوری گسترش یافته است و دمای جهان نیز به 10 میلیارد درجه کاهش یافته، به نحوی که ساخته شدن نوترون ها و پروتون ها امکان پذیر می شود. و در زمانی که از سن جهان تنها 3 دقیقه می گذرد، دما به 1 میلیارد درجه کاهش یافته است. هسته های اتم های هیدروژن و هلیوم نیز ساخته شدند و 25% جهان از هلیوم و بقیه از هیدروژن تشکیل شده است. 1 میلیارد سال پس از خلقت، دمای جهان به 18 درجه کلوین کاهش یافته است. در این مدت نیروی گرانش در برخی نقاط جهان به دلیل افت و خیزهای کوانتومی در گوی آتشین اولیه اتمهای هیدروژن را به هم فشرده کرده و ابتدا ابرهایی از ذرات و به تدریج با فشرده شدن این ابرها و در اثر فشار بسیار زیاد نیروی جاذبه و تبدیل شدن هیدروژن به هلیوم، انرژی گرمایی بسیار زیادی تولید شده و به این ترتیب ستاره‌ای متولد می شود. ستاره ها می توانند به حدی غول پیکر باشند که خورشید ما در مقابلشان فانوس کوچکی بیش به حساب نیاید. در ویدئوی شگفتی های جهان هستی با فواصل بین ستاره ها و کهکشان ها و به طور کلی ابعاد جهان هستی آشنا شدیم و دیدیم که در میان بیش از 100 تا 400 میلیارد کهکشان که هر یک نیز دست کم 100 میلیارد ستاره با فواصل نجومی دارند، هیچ راهی برای آنکه بتوان نشانی یک کهکشان را هم به کسی در این جهان پهناور داد وجود ندارد. اما چون در این ویدیو از نحوه تشکیل عناصر سازنده جهان در این ستارگان سخن خواهیم گفت، بهتر است ابتدا با اندازه ستاره های جهان نیز آشنا شویم. فشار و دمای درون این ستارگان باعث ساخته شدن و تولد عناصری چون اکسیژن، کربن و نیتروژن می شود و این عناصر نیز با مرگ ستاره ها که با انفجارهای عظیمی همراه می باشد در فضای بین ستاره ای پخش می شوند.
مجدداً نیروی جاذبه این گرد و غبار کیهانی را متراکم کرده و در دمای حاصل از فشار تراکم باز ستاره‌های درخشان جدیدی متولد می‌شوند. و اکنون در این ستارگان عناصر دیگری از جمله آهن ساخته می‌شود که باز با مرگ ستاره در اثر انفجار در فضا پخش می‌شوند. اما هرچه اتم‌ها سنگین‌تر می‌شوند، برای ساخته شدن به دما و فشارهای بسیار بیشتری نیاز می‌باشد که تنها از عهده ابرستارگان ساخته می‌باشد و سرانجام ابر انفجارهای کیهانی این عناصر را در فضای کیهان پخش می‌کنند. از جمله عنصر کمیاب طلا که در اثر نیروی شگرف انفجار ابر نواخترها ساخته و در عالم پراکنده شده است. این بار که حلقه یا انگشتر طلای خود را به دست می‌کنید، به خاطر بیاورید که این طلا در اثر چنین انفجارهایی در کهکشان ساخته شده و به سیاره ما رسیده است و به دنبال این آتشبازی عظیم کیهانی همه عناصر مورد نیاز آماده می شود تا در گوشه دور از این شعله ها و جرقه های عظیم و در لحظه کوتاه در مقیاس کیهانی سرانجام باز نیروی گرانش این ابر و غبار غنی از عناصر را متراکم ساخته و خورشیدی دیگر و سیارات دیگر پدید آورد. اما این بار این خورشید فرزندی استثنایی به دنیا خواهد آورد که گهواره پیدایش حیرت آورترین پدیده شناخته شده خواهد شد، پدیده‌ای که دست کم تا مدتی در برابر ابرقانون بیچون و چرای طبیعت یعنی بی نظمی قد علم خواهد کرد، پدیده حیات. سرانجام حدود 6 میلیارد سال پیش در گوشه یکی از صدها میلیارد کهکشان جهان که هر یک صدها میلیارد ستاره دارند و بر اثر تراکم بخشی از این گرد و غبار کیهانی در اثر نیروی جاذبه منظومه خورشیدی ما شکل می گیرد. در مرکز این توده عظیم ستاره‌ای در اندازه متوسط شکل می گیرد و در اطراف آن نیز 8 سیاره کوچک و بزرگ شکل گرفته و در اطراف خورشید به گردش در می آیند که یکی از آنها زمین ماست. زمین به تدریج در اثر برخورد اجرام پیرامون بزرگتر و داغ‌تر می شود تا جایی که به گوی عظیم سوزانی تبدیل می شود که مقادیر بسیار زیادی آهن نیز در مرکز آن جمع می شود. امری که در آینده با ایجاد سپر مغناطیسی قدرتمندی حیات را از گزند تشعشعات خطرناک کیهانی محفوظ نگاه خواهد داشت. در همین زمان سیاره در اندازه مریخ با زمین برخورد می کند. اما این حادثه نه تنها به یک فاجعه تبدیل نمی شود که بخت و اقبالی است برای زمین جهت تشکیل حیات، چرا که در اثر این برخورد عظیم که با زاویه خاصی صورت می گیرد قمری بزرگ برای زمین ساخته می شود که در گرداگرد زمین به گردش در می آید. این قمر زیبا همچون ترمز گرانشی حرکات زمین را آهسته و منظم خواهد کرد و همچنین از برخورد بسیاری از شهاب سنگ‌های آتشینی که به سوی زمین می‌آیند جلوگیری می‌کند. بدون این قمر حیات هیچ شانسی برای تشکیل بر روی زمینی با حرکات دیوانه‌وار نمی‌داشت. و البته کمی دورتر از زمین نیز سیاره بسیار غول‌پیکر مشتری شکل می‌گیرد که با نیروی جاذبه قدرتمندش درست مانند یک سپر محافظ دیگر زمین را از سنگ‌های آسمانی عظیمی که به سویش می‌روند محافظت می‌کند. اما برای تشکیل حیات این گوی آتشین نه تنها باید سرد شود که نیاز به مقادیر زیادی آب خواهد داشت که این هر دو نیز توسط همان شهاب سنگ‌های غول‌پیکر پیرامون زمین انجام می‌شود. به این صورت که این شهاب سنگ‌ها که اغلب کوه‌های عظیم از یخ می‌بودند زمین را سرد و سپس دریاها و اقیانوس‌ها را بر سطح آن ایجاد می‌کنند. اکنون دیگر از آن گوی آتشین با حرکات دیوانه‌وار خبری نیست
و جای آن را سیاره آبی گرفته است که به دلیل فاصله مناسب از خورشیدی مناسب نه آنقدر سرد است که یخ بزند و نه آنقدر داغ که بسوزد. حرکات زمین نیز تحت تأثیر ماه متعادل شده است، ضمن اینکه انحراف محور گردش آن نیز باعث تشکیل فصول چهارگانه آب و هوایی شده و مجموع این عوامل زمینه را آماده کرده است تا در مدت 3 میلیارد سال در دریاها و مناطقی که نور و گرمای کافی وجود دارد، ابتدا مولکول‌های عالی ساده و سپس ابتدایی ترین موجودات زنده گیاهی و جانوری پا به عرصه حیات گذارند. اما پس از آن حیات با سرعت بسیار زیادی ابتدا در دریاها و سپس در خشکی نیز گسترش می‌یابد. فضای اطراف زمین دارای جوی مملو از اکسیژن شده و کم کم برخی موجودات دریایی قادر می‌شوند از دریا به خشکی مهاجرت کنند. و کوتاه زمانی بعد دایناسورهای عظیم الجثه نیز به حاکمان بی‌رقیب این سیاره زیبا تبدیل می‌شوند. اما باز هم شهاب سنگی به اندازه کوه اورست بحث زندگی را از دایناسورها گرفته و زمینه حضور و تسلط موجوداتی دیگر را رقم می‌زند، یعنی پستانداران ضعیف و کوچک اندامی که توانستند در سوراخ‌های خود در زیر زمین از آثار مخرب این فاجعه عظیم مصون بمانند. و سرانجام روند تکامل به ما انسان‌ها رسید و اینک کم و بیش 100,000 سال است که نژاد کنونی ما انسان‌ها بر این سیاره زیبا مسلط شده است و حدود 10,000 سال است که ما انسان‌ها نیز در گروه‌های اجتماعی بزرگی تمدن‌های خود را تشکیل داده ایم و حدود 100 سال است که به مرحله کنونی از تمدن خود دست یافته ایم و در این میان من و شما نیز چند دهه است پا بر عرصه این میهمانی زمان و مکان گذاشته ایم. از بخت ماست یا از شوربختی داستانی دیگر دارد که بستگی به شرایط زیادی از جمله شرایط مکانی و زمانی حضور ما در این عرصه دارد. من و شما می توانستیم جای این کودک آفریقایی باشیم که لاشخوری در انتظار مرگش نشسته است. می توانستیم در این صحرای سوزان، این جنگل انبوه، در کنار این رود، این صومعه، مسجد و یا کلیسا، در زمان اجداد غارنشینمان روم باستان و یا در زمان جنگ جهانی دوم حضور داشته باشیم. اما به هر حال ما اکنون و در این موقعیت زمانی و مکانی است که یکی از میلیاردها بازیگر موقت دیگر این صحنه زندگی هستیم و تجربه تاریخ نیز نشان داده است که ما انسان‌ها معمولاً همانطور که قادر به تغییر ساختار سخت افزاری بدن خود نیستیم، قادر به تغییر نرم افزاری افکار و باورهای آموخته شده در طول دهه اول زندگی خود نیز نمی باشیم و اکثریت قریب به اتفاق ما انسان‌ها تمامی طول عمر خود را در حالی بر مبنای آموخته‌های دهه اول آن سپری می‌سازیم که شهامت ادامه پرسش‌های کودکانه خود را نیز از دست داده‌ایم. به نحوی که به گفته ظریفی معلوم نیست در کودکی نابغه بوده‌ایم و یا در بزرگسالی عقب مانده. بنابراین اگرچه تغییر نرم افزاری ما امری کاملاً امکان پذیر بوده و از ما موجودات متفاوتی خواهد ساخت، اما تقریباً چیزی جز آنچه شرایط محیطی برای من رقم میزند نبوده و نخواهیم بود. اگرچه تجربه بسیار طولانی مدت تکامل نیز نشان داده است که سرنوشت تکامل موجودات را نیز تنها همین اندک تغییر یافتگان رقم زده و خواهند زد و البته در زمانی نیز بس طولانی. احتمالاً درک مفهوم مرگ و پایان و وحشت و اضطراب ناشی از آن در میان موجوداتی که ما میشناسیم فقط ویژه ما انسان هاست، چرا که تنها ما قادر به کشف گذشته، تفسیر وقایع و پیشبینی آینده هستیم. البته نه الزاماً و در همه موارد. و دلیل این ترس و اضطراب نیز آشکارتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. انسان‌ها به عنوان موجوداتی که بودن را تجربه کرده‌اند،
پایان آن را دوست ندارند. اما ظاهراً طبیعت مرگ را همون گونه که دیدیم در بسیاری موارد آغازگر تولدهای دیگر قرار داده است. دیدیم که ضرورت تولید عناصر لازم برای ساخت ما و جهانمان چیزی جز مرگ زنجیروار ستارگان متعددی نبود. استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل پس از ابتلا به سرطان و روبرو شدن با مرگ سخن زیبا و عمیقی دارد. او میگوید شاید مرگ بهترین اختراع زندگی باشد، چون مأمور ایجاد تغییر و تحول است. مرگ کهنه ها را از میان بر می دارد و راه را برای تازه ها باز می کند و یادآور می شود که یادمان باشد که زمان ما محدود است. مولانا عارف بزرگ نیز جهان بدون مرگ را جهانی مهمل می داند و می گوید آن یکی می گفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان، آن دیگر گفت در نبودی مرگ هیچ که نیرزیدی جهان پیچ پیچ، خرمنی بودی به دشت افراشته مهمل و ناکوفته بگذاشته. یکی از راه‌هایی که انسان برای کاستن از بار سنگین این ترس، اضطراب و وحشت برگزیده است، باور به جهانی دیگر برای انسان پس از مرگ است که خود باورهای دیگری در پی دارد. و از آنجا که باورها و اعتقادات مسائلی نیستند که بتوان آنها را به افرادی که به آن اعتقاد ندارند اثبات نمود، چرا که در این صورت دیگر باور و اعتقاد خوانده نشده و از بدیهیات تلقی می شدند، بنابراین مبحثی علمی به حساب نمی آیند تا بتوان در یک ویدئوی علمی، آن هم علم فیزیک، از آن سخن به میان آورد. ضمن آنکه برخلاف جهان علم و دانش که ابطال پذیری اصل اساسی آن می باشد و هر نظریه علمی ضمن آنکه توسط هر شخصی و در هر نقطه از جهان می تواند مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت حتی یک مورد خطا از درجه اعتبار ساقط خواهد شد، باورهای دینی و فلسفی مشمول این امر نبوده و در موارد زیادی نپذیرفتن و حتی شک و به زیر پرسش بردن آنها میتواند تاوان بسیار سنگینی داشته باشد که جنگ‌های خونین تاریخ بشر در زمینه باورها نمونه آن میباشد. در حالی که تاریخ هیچ جنگی را بین اهل دانش برای اثبات درستی و یا نادرستی قوانین فیزیک و شیمی و معادلات ریاضی به یاد ندارد، اما به هر حال همونطور که در انتهای ویدئوی کیهانشناسی به زبان ساده نیز بیان شد، به نظر می رسد هر فلسفهی که بتواند به ما در این جهان عظیمی که با آن آشنا شدیم آرامش بخشیده و ما را از دروغ، جهل و خرافات برحذر داشته و به احترام به حقوق بشر و غیر بشر وادار سازد، فلسفه نیک، مفید و زیبا خواهد بود. اما در هر صورت در طبیعت و این جهان مادی که ما میشناسیم و آنگونه که قوانین فیزیک تا کنون به ما گفتند، تنها چیزی که ابدی خواهد بود میزان ماده و انرژی کل جهان است. پس عاقلانه ترین تصمیمی که میتوانیم بگیریم این خواهد بود که همین کوتاه مدت فرصت هستی را در خلق یک زندگی زیبای انسانی از دست ندهیم، چرا که کاروان زندگی ساکنان این سیاره زیبا سرانجام چه شهاب سنگی دیگر بر زمین بکوبد و چه خودمان با بمب‌های اتمی آن را ویران کنیم، چه بتوانیم سیاره دیگری برای زندگی پیدا کنیم و چه دیگرانی سیاره ما را برای زندگی پیدا کنند، مدتی دیگر از حرکت باز خواهد ایستاد. ماه از ما دور خواهد شد و زمین دوباره به حرکات نامنظم خود گرفتار خواهد شد که نتیجه جز فاجعه برای اغلب موجودات زنده آن نخواهد داشت. سپس حدود 5 میلیارد سال دیگر، زمانی که خورشید در پایان عمر خود و قبل از انفجار به یک غول سرخ تبدیل گردد، زمین خواهد سوخت و به قطع سنگی سوخته بدل خواهد شد. همه خورشیدهای دیگر جهان نیز سرانجام روزی خاموش خواهند شد
و در آن زمان جاذبه همچون گذشته دیگر نخواهد توانست ذرات آنها را بار دیگر نیز گرد هم جمع کرده و شمعی دیگر برفروزد. و در نهایت قانون خدش ناپذیر طبیعت که جهان را به سوی بی‌نظمی سوق می‌دهد، جهان را به سوی خاموشی و سکوتی ابدی هدایت خواهد کرد. آیا بخت و یا باختی که به ما در پا گذاشتن بر عرصه هستی در زمینی اینگونه و به عنوان موجودی هوشمند روی کرده است، در زمینهای دیگری در اطراف صدها میلیارد ستاره و صدها میلیارد کهکشان دیگر هم به دیگرانی روی کرده و یا خواهد کرد؟ دست کم دلیلی وجود ندارد که چنین نشده یا نشود. اما در حافظه ما هیچ خاطره ای از حوادث 14 میلیارد سالی که بر عالم هستی گذشته است و بخشی از آن را دیدیم وجود ندارد. خاطرات ما تنها به چند دهه زندگی در همین عصر محدود می شود، آن هم نه حتی به چند سال ابتدای آن که ساختار ذهنمان هنوز کامل نشده بود. ما حتی در زمان خواب نیز از حوادث پیرامون خود بی خبریم. پس به احتمال از آن چه پس از مرگ و تباهی جسم و ذهن ما نیز بر جهان خواهد گذشت، تصور، خبر و یا خاطره‌ای نخواهیم داشت. حتی
همین چند دهه زندگی محدود نیز به ما نشان داده است که خاطره‌ها در همین دوران زندگی ما نیز باقی نمی‌مانند. و شگفتان که ما حتی دوست نداریم که برخی از حتی بهترین آنها نیز در ذهن ما بر جای بمانند، آنچنان که اگر بخواهند همچنان به زندگی در ذهن ما ادامه دهند آنها را خواهیم کشت. گویی برای گذشته چنین مقرر شده است که به بی بازگشتی دیگر بگذرد و برود. برخی از دانشمندان عقیده دارند در لحظه تولد جهان ما علاوه بر جهان کنونی جهانهای بیشماری میتوانسته بدون آنکه با هم ارتباطی داشته باشند همچون حبابهای یک بازی با صابون پا بر عرصه هستی گذاشته و هر یک با قوانین فیزیکی ویژه خود داستانی منحصر به فرد داشته باشند. آیا در ورای این حجم غیر قابل تصور از عظمت و گستردگی افسانه زندگی ما و آرزوهای پایان ناپذیرمان شایستگی این را خواهد داشت تا حتی با وجود مرگ جهان از مرگ مصون مانده و جاودانگی یابند؟ این پرسشی است که هیچگاه از ذهن انسان رخت بر نخواهد بست. اما دست کم در محدوده همین زندگی کوتاه ما انسان‌ها تا زمانی که در خاطره‌ای باقی بمانیم همچنان زنده خواهیم بود. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست. خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. My story for
کیهانشناسی به زبان ساده از آغاز تا به امروز. با زبانی ساده و علمی قابل استفاده دانش آموزان دبیرستان، دانشجویان و نیز کلیه علاقمندان جهان دانش به ویژه کیهانشناسی. آشنایی با فیزیک کوانتوم و دلایل اهمیت آن در تمدن آینده بشری. آشنایی با علم و نظریه‌های علمی و چگونگی کار دانشمندان در کشف پدیده‌های جهان هستی و نیز مقایسه آن با شبه علم. همه در 3 ساعت ویدئوی آموزشی به همراه 2 ویدئوی آموزشی دیگر، شگفتی‌های جهان هستی و حیات. تور در آب بیاندازیم و بگیریم تراوت را از آب. ریگی از روی زمین برداریم، وزن بودن را احساس کنیم. بعد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. دیدم گاهی در تب ماه می آید پایین، می رسد دست به سقف ملکوت. دیدم سهره بهتر می خواند. گاه زخمی که به پا داشتم زیر و بمهای زمین را به من آموخته است. گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است.